در تنهایی خود چرنجی را تحمل می کرد که با شلیک گلوله به زندگی خود خاتمه داد. علیرضا پهلوی متولد 8 اردیبهشت سال 1345 بود. او تا قبل از انقلاب سال 1357 با نام والا حضرت شاهپور علیرضا خطاب می شد. او در تنهایی خود چرنجی را تحمل کرد که با وجود نزدیک شدن به تولد فرزندش با شلیک گلوله به زندگی خود خاتمه داد. علیرضا فرزند سوم محمد رضا شاه پهلوی و فرح دیبا بود. پدر و مادرش به یاد عموی فوت شدهش او را نامگذاری کردند. طبق قانون اساسی مشروطه او نفر دوم در خط جانشینی سلطنت خاندان پهلوی بعد از برادر بزرگترش رضا پهلوی بود. ایشان هیچ علاقه به فعالیت سیاسی نداشتند ولی عاشق کشورش ایران بود. علیرضا در سال 1357 به همراه خانواده‌اش ایران را ترک کردند و در آمریکا به تحصیل ادامه دادند. قبل از انقلاب در دبستان رازی تهران و به مدرسه دربار رفته بود. او به رشته موسیقی و ایران شناسی علاقه داشت. در سال 1368 مدرک کارشناسی در رشته موسیقی را گرفت و در رشته ایران شناسی قبل از اسلام فارغ التحصیل فوق لیسانس از دانشگاه کلمبیا شد. برای مدرک دکترا در رشته فلسفه و زبان‌های باستانی ایران در دانشگاه هاروارد نیز تحصیل کرد. او به تاریخ باستانی ایران و شعر کهن فارسی علاقه زیادی داشت و سرگرمی ایشان چتر بازی، پرواز و غواصی بود و تسلط کامل بر موسیقی‌های ایرانی را داشت و در خلوت خود فلوت می‌نواخت. اولین عروس خانواده پهلوی لیلا آزموده همسر علیرضا پهلوی بود که متأسفانه در یکی از سفرهای دریایی که با هم داشتن داخل آب غرق میشه و علیرضا نمیتونه اون رو نجات بده و لیلا هم فوت میکنه. مرگ همسرش برای علیرضا غیر قابل باور بود. همچنین ایشان وابستگی زیادی به خانواده‌اش به خصوص پدرش داشت که مرگ پدرش و خودکشی خواهرش لیلا هم باعث افسردگی شدید در او شد. سرانجام در 14 دی ماه سال 1389 در منزل شخصی خود در شهر بوستون با شلیک گلوله به زندگی خود پایان داد. ایشان زمانی که خودکشی کردند فقط 44 سال سن داشتند و همه خانواده و دوستدارانش را در غمی عمیق فرو برد. علیرضا پهلوی وصیت کرده بود که جسدش را سوزانده با خاکسترش را به یاد ایام خوش کودکی در شمال به دریای خزر ریخته شود. محسن مخملباف در خطاب به فرح پهلوی نوشته بود: دختری که روز عروسیش پرندگان را از قفس آزاد کرد، امروز پرنده دیگرش از قفس آزاد شد. اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک یادتون نره. 6 ماه بعد از فوت علیرضا خانواده پهلوی اعلام کردند که فرزند دختری از او به یادگار مونده که بعد از درگذشت علیرضا متولد شده. نام شریک زندگی او رها دیده‌ور و نام دخترش ایریانا لیلا پهلوی اعلام شد. ایریانا لیلا پهلوی در 14 مرداد سال 1390 در واشنگتن به دنیا آمد. او مهارت خاصی در موسیقی ایرانی نیز دارد. در حال حاضر با مادرش دکتر رها دیده‌ور که متخصص روانشناسی بالینی است در ایالت کالیفرنیا زندگی می‌کند. علیرضا پهلوی مثل میلیون‌ها جوان ایرانی از آنچه که به ناروا بر میهن عزیزمان می‌گذشت سخت آزرده و غمگین بود. لطفاً توی کامنت‌ها نظرات خودتون رو در مورد علیرضا پهلوی به اشتراک بگذارید. ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه هم بودید. برای حمایت کردن از ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید.